سرخط خبرها. خوشبختانه آمار بستری ها و فوتی هامون کاهش پیدا کرده. نگرانی از جهش دوباره آمار کرونا در شب یلدا. نتایج پژوهش تازه میگوید تعداد واقعی قربانیان در ایران بیش از دو برابر آمار رسمی است. درود بر شما. مرگ نویسنده پرآوازه افغانستان محمد اعظم رهنورد زریاب با بدرقه چهره‌های فرهنگی به خاک سپرده شد. توافق تاریخی اتحادیه اروپا برای محدود کردن تغییرات اقلیمی. اعضا متعهد شدند 55% تولید گازهای گلخانه‌ای را کاهش دهند. و تلاش‌های یک پرستار برای آموزش مراقبت از نوزادان به پدران نیجریه‌ای. سلام بر شما، به این بخش خبری خوش آمدید. با اینکه میزان ابتلا به کرونا و مرگ و میر ناشی از آن تا حدی در ایران کاهش یافته، اما مسئولان درباره اثرگیری دور همی ها هشدار میدهند. این در حالی است که کمی بیش از یک هفته تا شب یلدا باقی مانده. از طرف دیگر نتایج یک پژوهش تازه که در دانشگاه آکسفورد و در ایران انجام شده نشان میدهد که آمار واقعی مرگ و میر در ایران بر اثر کرونا 2.5 برابر آمار رسمی است. مسئولان بهداشتی ایران هم پیش از این به 2 تا 3 برابر بودن آمار واقعی قربانیان کرونا اشاره کرده بودند. فرین آسمی گزارش می‌دهد. 3 هفته بعد از ایجاد محدودیت‌ها برای جلوگیری از شیوع کرونا در ایران، نگرانی‌ها ادامه دارد. نگرانی از اینکه مردم محدودیت‌ها را فراموش کرده و شیوع کرونا دوباره شدت بگیرد. مسئولان می‌گویند آمار ابتلا و مرگ کمی پایین آمده، اما همچنان وضعیت وخیم است. تقریبا میشه گفتش که آمار مبتلایان، البته به دلیل تست های بالایی که انجام شده، بالاخره همچنان سیر صعودی رو داره، ولی خوشبختانه آمار بستری ها و فوتی هامون کاهش پیدا کرده. همینطور میزان رعایت پروتکل های بهداشتی در میانگین کل کشور که تا عدد در حقیقت دیروز، یعنی 19 آذر ماه، از 78.42 به بالای 80% رسیده. یعنی تقریبا 2 برابر آنچه که پیش از اعمال محدودیت ها، چون یادم هستش که میانگین تقریبا 42% بود. با نزدیک شدن شب یلدا و دیدارهای خانوادگی، هشدار درباره رعایت فاصله گذاری و دور هم جمع نشدن در این روزها هم زیاد شده. مشاغل، اقتصاد، صنعت، همه تحت تاثیر قرار گرفتن به خاطر این محدودیت ها. بالاخره سخت محدودیت ها. ولی همه اینها میتونه یک شبه از بین بره و اونم بحث شب یلدا و این دوره همی هست. و اگر واقعا مردم اینو جدی نگیرن و رعایت نکنن، واقعا تمام دستاوردهامون قطعا از بین خواهد رفت. بر اساس آمار رسمی در 24 ساعت گذشته 232 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند. وزارت بهداشت گفته در این مدت 9549 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 هم شناسایی شدند. با این حال بر اساس یک تحقیق انجام گرفته توسط 3 متخصص اپیدمیولوژی و آمار در دانشگاه آکسفورد و در تهران، آمار واقعی 2.5 برابر آمار اعلام شده است. این گروه همچنین در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که تا اول آبان امسال 33 میلیون ایرانی به کرونا مبتلا شدند و 84 هزار نفر بر اثر عوارض مربوط به کرونا جان خود را از دست دادند. پیش از این هم بعضی از مقام‌های وزارت بهداشت آمار واقعی را 2.5 تا 3 برابر آمار رسمی دانسته بودند. اینها تصاویری است که از ایستگاه 5 تلکابین توچال منتشر شده و ازدحام جمعیت و نبود فاصله گذاری اجتماعی در آن انتقادهای زیادی را برانگیخته. مدیر عامل توچال گفته ازدحام جمعیت در این مکان به دلیل حضور کوهنوردان است. پیست اسکی خالی بوده و دست و لباس‌های این افراد ضد عفونی شده. در حالی که چشم همه دنیا به واکسن کرونا است، مشخص نیست واکسن کی به ایران میرسد. یک مقام بلندپایه وزارت بهداشت به بی بی سی فارسی گفته واکسنی که دولت ایران به دنبال خرید آن است تولید روسیه نیست. ایران میگوید آمریکا در راه خرید واکسن سنگ اندازی میکند، اما واشنگتن میگوید تحریم ها شامل واردات دارو و خرید واکسن کرونا نمیشود. فرین آسمی،
BBC. دکتر مازیار صدری فوق تخصص مراقبت‌های ویژه از لندن. واسای دکتر، در ایران شب یلدا در پیشه، در خارج از ایران هم خب عید میلاد مسیح در پیشه. شاید بسیاری در ایران فکر بکنن با خودشون که شب یلدا یک شبه و دور هم نشستن شاید خیلی مشکل ایجاد نکنه. چی فکر میکنید؟ درود بر شما. خب از جهتی حفظ فرایندهای فرهنگی بسیار بسیار مهم هست، از طرفی هم بایستی فکر کرد که ما بنا به رسم خودمون در شب یلدا و یا اینجا در روزهای کریسمس به دیدار افراد مسن فامیل میریم و مستحضر هستید که بیماری کووید 19 در سنین بالا بسیار بیماری مرگبار است. این هستش که هموطنان عزیز من در ایران بایستی بسیار بسیار مراقب باشند که بیماری کووید 19 رو برای پدر و مادرها و پدر بزرگ و مادر بزرگهای خودشون ارمغان نبرن، چون مرگ و میر این بیماری بسیار زیاد هست و تا زمانی که واکسن بیماری در دسترس اونها قرار نگرفته بسیار بسیار مراقب باشن از تماس با اونها و تماس نزدیک با اونها. این چیزیست که بایستی ما در نظر داشته باشیم. مثل هر پیشامد فرهنگی دیگری میشه یک چیزهایی رو تغییر داد، میشه دیدارها در فضاهای باز و جاهایی که خطر کمتری وجود داره انجام بشه با یه تغییراتی که به هر حال همه ما میدونیم. خب دولت ها معمولا وارد میشن، دخالت میکنن، آمار و ارقام خیلی مهمه. ما الان از یک طرف از ایران میشنویم که گویا مرگ و میر کمتر شده، از طرفی هم پژوهش‌های نشون میده که آمار تلفات و مبتلایان دو سه برابر آمار رسمیه. در چنین حالتی میشه واقعا کاری کرد برای کاهش میزان ابتلا و مرگ و میر؟ بله، خب تمام فرایندهایی که باعث کاهش ابتلا میشن رو قبلا در موردش بسیار بسیار صحبت شده. در مورد ایران که فرمودید، بنابر آمار امروز که من دارم نگاه میکنم، ما بیش از 5700 بیمار در تخت آی‌سی‌یو ایران داریم. نسبت به هفته پیش من کاهشی نمیبینم. البته مرگ و میر رسمی کاهش نشون داده میشه درش، دیده میشه درش، ولی کن همونطور که قبلا هم مقامات وزارت بهداشت ایران هم خودشون فرموده بودند، گفته بودند که تعداد کسانی که اعلام میشن بسیار بسیار کمتر از اصل هست. من خاطر دارم که معاون وزیر گفته بودند که حدود 2.2 برابر حتی، و خب در واقع همین هست و ما میدونیم که تعداد افرادی که فوت کردن در اثر بیماری بسیار بیشتر از اون چیزی که گفته شده و 5700 بیمار در تختهای ICU در امروز در ایران تعدادی است که من فکر می‌کنم بیش از ظرفیت بیمارستانی ایران هست و ما در شرایطی هستیم که بیماران به دلیل اینکه نمیتونن از درمان استاندارد و سطح بالا برخوردار بشن به دلیل کمبود تخت و خستگی مفرط پرسنل پزشکی متاسفانه در معرض خطر قرار داره جانشان. ممنونم از دکتر مازیار صدری فوق تخصص مراقبت‌های ویژه. محمد اعظم رهنورد زریاب، داستان نویس شناخته شده افغانستان، در 76 سالگی درگذشت. او از چندی پیش در بیمارستان بستری بود. ریاست جمهوری افغانستان مرگ رهنورد زریاب را ضایعه‌ای بزرگ به عرصه ادب و فرهنگ این کشور خوانده. آقای زریاب در بیش از نیم قرن فعالیت ادبیش آثار متعددی از خود بر جای گذاشت که بعضی از آنها به زبان‌های دیگر ترجمه شده. علی حسینی از کابل گزارش می‌دهد. نزدیکان و دوستداران رهنورد زریاب در مراسم تشییع جنازه او، یکی از مطرح ترین نویسندگان معاصر افغانستان و حوزه ادب فارسی، صاحب ده ها اثر ادبی و یکی از پرکارترین نویسندگان افغان. یاد دوستان، خصوصا آوازهای لطیف تو در روزهای آزادی. آقای زریاب لیسانس خود را در رشته روزنامه نگاری در دانشگاه کابل خوانده بود و مدرک کارشناسی ارشد را در همین رشته از دانشگاه ولز جنوبی از بریتانیا به دست آورد. به زبان انگلیسی مسلط بود و در فلسفه، روانشناسی و جامعه شناسی مطالعات زیادی داشت. استاد رهنورد زریاب نویسنده، در سال 1382 و پس از سقوط حاکمیت طالبان، مهاجرت 10 ساله‌اش در فرانسه را پایان داد و به افغانستان برگشت.
یک سال مشاور وزارت فرهنگ بود که کنارگیری کرد. رهنورد زریاب بیشتر از 100 داستان کوتاه و چندین رمان نوشته که شماری از این داستان‌ها در مجموعه‌هایی چون آوازی از میان قرن‌ها، مرد کوهستان، دوستی از شهر دور، نقش‌ها و پندارها چاپ شده. گلنار و آینه، چارگرد قلاگشتم، درویش پنجم و سکه‌ای که سلیمان یافت جزء مشهورترین آثار آقای زریاب است که در دو دهه گذشته منتشر شده. استاد زریاب بر نسل خودش و نسل بعد از خودش و بویژه نسلی که در 20 سال پسین در دوره جدید افغانستان قد برافراشتند تأثیر انکارناپذیر داشت. چه تأثیر؟ تأثیر در درست نویسی، درستگویی و درستخوانی. در تهران در سال 1395 خورشیدی مجله بخارا برنامه ویژه‌ای برای نکوداشت از کارنامه رهنورد زریاب برگزار کرد. محمود دولت آبادی در مورد رهنورد زریاب و تفصیل حرف زد و پاره ای از داستان او را خواند. شماره 118 مجله بخارا ویژه رهنورد زریاب بود. صبح زود کابل، لحظاتی پس از تایید خبر درگذشته او، واکنش گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی دیده شد. ریاست جمهوری گفت مرگ او یک ضایعه بزرگ در عرصه ادب و فرهنگ کشور است. بسیاری از چهره‌های فرهنگی، روزنامه‌نگاران و سیاستمداران افغان فوت او را ضایعه جبران ناپذیر خواندند. خالق گلنار و آینه شب گذشته و پس از مدتی بیماری در سن 76 سالگی درگذشت. علی حسینی، بی بی سی، کابل. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. خوشبختانه آمار بستری ها و فوتی ها نتایج یک تحقیق در دانشگاه آکسفورد نشان می‌دهد که آمار واقعی مرگ و میر در ایران بر اثر کرونا 2.5 برابر آمار رسمی است. محمد اعظم رهنورد زریاب یکی از پرآوازه‌ترین نویسندگان افغانستان در 76 سالگی درگذشت. در ادامه این برنامه تلاش های یک ماما برای آموزش مراقبت از نوزادان به پدرهای نیجریه‌ای. سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا دیشب توافق کردند که 55% از تولید گازهای کربنی خود کم کنند، اما برای این کار به سرمایه‌گذاری‌های هنگفت و تحول الگوهای اقتصادی نیاز دارند. بعضی از کشورهای اروپای شرقی در برابر این طرح مقاومت کردند، ولی در نهایت پذیرفتند که برای مقابله با تغییرات اقلیمی و گرم شدن کره زمین باید به طرف اقتصاد سبز حرکت کنند. جزئیات بیشتر در گزارشی از سیاوش اردلان. مذاکرات دیشب طولانی ولی پرثمر بود. بالاخره رهبران اتحادیه اروپا اختلافاتشان را حل کردند و توافقی بزرگ حاصل شد. رشد اقتصادی بیشتر با آلودگی کمتر. قرار شد اتحادیه اروپا تا 10 سال دیگر انتشار گازهای گلخانه‌ای خود را 55% کم کند. گازهایی که باعث گرمتر شدن زمین و تغییرات اقلیمی می شود. پیروزمندانه و خوشحال رهبران کشورهای اروپای غربی امروز صبح مژده خبر جدید را دادند. اگه از من بپرسید آسون بود میگم نه، اما توافق کردیم تا سال 2030 55% از انتشار گازهای گلخانه‌ای نسبت به سال 1990 کم کنیم. لازمه چنین گام بزرگی چند چیز است. اول تایید پارلمان اروپا که تقریبا حتمی است. دوم متحول کردن حمل و نقل با استفاده از خودرو، هواپیما و کشتی‌هایی که با انرژی‌های پاک کار می‌کنند، مثل خورشید و باد و هیدروژن. سوم صنایع سنگین مثل کارخانه ها که حالا برای هر مقدار گاز گلخانه و آلودگی که ایجاد می کند باید عوارض بدهند، عوارضی در قالب کوپن های کربن. و همینطور مدرنیزه کردن کشاورزی و توسعه جنگلکاری تا آلودگی های کربنی را از هوا جذب کنند. با تصمیم اتحادیه اروپا به کلید زدن یک انقلاب سبز، پیام روشنی به صنعتگران و سرمایه‌گذاران ارسال شده. همه کشورهای اتحادیه اروپا باید از داشتن اقتصادی بهتر، محیط زیستی پاکتر و شهروندانی سالمتر خوشحال باشند. اشاره رئیس کمیسیون اروپایی به آن دسته از کشورهای اتحادیه اروپا است که مقاومت کردند
ولی در نهایت به توافق تن دادند. مثلا لهستان که روی دریایی از زغال سنگ نشسته. تن دادن به این توافق برای لهستان آسان نبود، چون اقتصادش و انرژی این کشور برای گرم کردن خانه ها و چرخاندن کارخانه ها متکی به زغال سنگ است. مقامات اتحادیه اروپا امروز نگفتند چه مشوق هایی به لهستان و کشورهای مشابه در اروپای شرقی دادند تا قبول کنند که به جنگ کربن بروند. فعالان اقلیمی از توافق دیشب اتحادیه اروپا خوشحالند، اما میگویند 55% کاهش برای مبارزه با تغییرات اقلیمی کافی نیست. از همه خواستند که از این توافق ذوق زده نشوند. در این 5 سالی که از توافق پاریس گذشته، ما گرمترین سالهای تاریخ ثبت شده بشر را داشتیم و 200 میلیارد تن کربن وارد جو کره زمین کردیم. سیاستمدارا قول زیاد میدن، اهداف فرضی برای خودشون تعیین میکنن و نطقهای پرهیجان ایراد میکنن. اما وقتی به بحث اقدام فوری میرسه، ما هنوز در حال انکاریم. انکار از طریق پیدا کردن راههای فرار از تعهدات و حرفهای توخالی. گرتا تونبرگ پیش از بحران کرونا اعتراضی جهانی علیه کمکاری سیاستمداران در مبارزه با تغییرات اقلیمی به راه انداخت. جنبشی که او به راه انداخت در تصمیم گیری های امروز سیاستمداران بی تأثیر نبوده، ولی نه در حدی که مطالبات این جنبش را برآورده کند. سیاستمداران اتحادیه اروپا در پاسخ خواهند گفت که این مطالبات محترم است، ولی ظرفیت بشر و تمایل دولت‌ها و بخش خصوصی به ادامه وضع موجود در حدی زیاد است که توافق دیشب هرچند کافی نیست، ولی بهتر از این نمی‌شد. سیاوش اردلان، بی بی سی. ناصر کرمی، اقلیم شناس و کارشناس محیط زیست از ترونتهایم نروژ با ماست. آقای کرمی، خیلی آنچه که الان هست رو تقصیرش رو برگردن یک انقلاب صنعتی میندازن. آیا ما اونطور که در گزارش اشاره شد در حال کلید زدن یک انقلاب سبزیم با این اتفاقایی که افتاده؟ این اتفاقایی که افتاده نمیشه گفت یک تحول خیلی بزرگه. یعنی در یک بخش‌هایی رخ داده که به اصطلاح میگن طرح‌های بدون پشیمانی، یعنی از نظر اقتصادی به صرفه بوده، اما بشر حاضر نشده یک هزینه سنگین اقتصادی رو بپذیره که عقب نشینی بکنه از اون وضعیتی که از ابتدای انقلاب صنعتی منجر شده به وضعیت موجود. اصلا چنین چیزی دیده نمیشه. هنوز هم من میگم که شاید بارزترین واکنش اروپا در مقابل توافقات اقلیمی اون شورش ها و اون تظاهرات موسوم به جلیق زرد ها باشه که 2 سنت افزایش قیمت بنزین در پاریس مردم رو ریخت توی اون خیابون. به همین خاطر من فکر میکنم همون چیزی که توی گزارش شما هم بود، خب این یک گزارش فنی مستظهر به پشتیبانی به اصطلاح اتحادیه اروپا، رهبران اتحادیه اروپا، اما عین این رو ما مکرر در همین چند سال اخیر، یعنی مثلا اجلاسی که پارسال توی لهستان بود، سال قبل 2 سال قبلش توی مراکش بود و 5 سال پیش توی پاریس بود، اینن همین ها این عددها تغییر کرده. مثلا اونجا 40% بود، اینجا شده 55%. اینا انجام شده، اما من کماکان تصور میکنم که پشتوانه جدی اقتصادی و تکنولوژیک برای اجرای این توافق هنوز وجود نداره. مهمتر از همه اراده بسیار کافی وجود نداره. یکی از مشکلاتی که وجود داشت نوع نگاه در کاخ سفید بود که از معاهده پاریس هم خارج شده بودن، ولی الان اونجا فضا تغییر کرده یا میکنه، هنوز البته کمی مونده. چقدر این تحول ممکنه که فضا رو بهتر بکنه از نظر مدافعان محیط زیست؟ ببینید، یک تصور عمومی وجود داره که یک تکنولوژی وجود داره میاد جایگزین تکنولوژی آلاینده کنونی میشه و دولت‌ها میرن اون تکنولوژی رو میخرن و در اختیار مردم میذارن. نکته اینه که اولا چنان تکنولوژی وجود نداره. یعنی گیر ماجرا اینجاست. انرژی های پاک کماکان بین 3 تا 5 برابر گرونتر از سوخت های فسیلی هستند. حتی روشون هم بحث وجود داره که روی سلامت 100%شون. توی همین توافقی که امروز اعلام شد توی اروپا مثلا پذیرفتن که انرژی اتمی رو هم بیان توافق پاک حساب بکنن. و نکته بعد این به حساب منابع مالیه که به دولت ها اجازه بده مثلا بنزین رو 3 برابر گرون بکنن. مثلا هیچ دولتی در اروپا، حتی در پولدارترین کشورهای اروپا هم چنین به اصطلاح بودجه ای رو نداره، چنین امکاناتی رو نداره. به نظر من گیر اونجا نیست، یعنی گیر توی آمریکا نبود، گیر توی ترامپ نبود که مثلا خارج شد اینها. توی خود آمریکا شده که توی ایالت هایش به خصوص بیشترین رشد تو همین چند سال اخیر بوده، چون اصلا سیاست هایی که میره توی
تحت ایالتی اجرا میشه جداست از اون چیزی که توی دولت فدرال داره اجرا میشه. مشکل اصلی اینه که هنوز من فکر میکنم بشر از نظر ذهنی آماده این که فقط بحث بنزین نیست، یعنی این یک سبک زندگیه که باید کلن دگرگون بشه. توی همین توافق امروز هم یک بحثی داشتن که از مزرعه تا بشقاب، یعنی که حتی اون غذایی که میخورید، زباله‌ای که تولید میکنید، نحوه بازیافتیم، منشأ تولید این غذا، همه اینا شامل میشه. این کافی نیست که شما ماشینتون رو تغییر میدید از بنزینی به برقی. به طور کلی من فکر میکنم آمادگیش وجود نداره، دلیل بدبینی هم همینه. خب آقای کرمی، وقتی رو کاغذ نگاه میکنیم به نظر میاد که بخشای مهم رو در نظر گرفتن، متحول کردن حمل و نقل، محدود کردن صنایع یا حالا قانونمند کردنشون، مدرنیزه کردن کشاورزی، چه میدونم توسعه جنگل ها، چه کاری غیر از این میتونستن بکنن؟ اینها روی کاغذه، یعنی روی کاغذ همه کشورها برنامه توسعه دارن. یعنی در خود ایران ما 5 برنامه کلان توسعه جمهوری اسلامی داشتیم، کدومش 1% اجرا شده؟ روی توافق همینا، توی توافق پاریس هم بوده، قبلتر توی توافق کوپنهاگ بوده، قبلتر توی توافق کیوتو بوده اینا، اما اونها هیچ کدوم در عمل ثابت شد که ضمانت اجرایی نداره. ضمانت اجرایی هم نمیشه فقط تقصیر روی گردن دولت‌ها گذاشت. من میگم هیچ، هر سیاستمداری الان توی اروپا، توی پولر، توی همین اسکاندیناوی، اگه سیاستمدارها مگه میتونن بگن مثلا قیمت بنزین از فردا دو برابر از قیمت الان بیشتر، یا اینکه هزینه غذا شما همینجا تو، یا مثلا بیان هزینه بسته‌بندی رو، هزینه واقعی بسته‌بندی‌های پلاستیکی رو روی مواد غذایی حساب بکنن، اینا هزینه امها اون رو، مثلا هزینه جبران‌های اکولوژیکی که باید صورت بگیره. بشر اساسا، بشر کنونی یک تمدن نفت سوزیه که بر منطقش بر مصرف منابع طبیعی. اینکه شما بیایید منابع طبیعی رو به اصطلاح نبلید و کمتر مصرف کنید، بخواید هزینه اکولوژیک رو بدید، از نظر تکنولوژیکی به خصوص هنوز آمادگیش وجود نداره، از نظر اقتصادی نیست. بحثم بیشتر بحث بگم با خود مردم جهان، یعنی که این نیست فکر کنیم فقط سیاستمدارهای بدی وجود داره نمیخوان کار بکنن، نه، یک رابطه جور همزیستی مسالمت‌آمیز بین سیاستمدارهای بد و مردمی که نمیخوان پول بیشتری بابت هزینه واقعی مصرفی که دارن میکنن بپردازن. بسیار ممنونم از ناصر کرمی، اقلیم شناس و کارشناس محیط زیست از ترونتایم نروژ با ما. ایران در واکنش به سخنان مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفته این نهاد نباید به ارائه ارزیابی و تحلیل بپردازد. کاظم غریب‌آبادی سفیر و نماینده دائم ایران در آژانس در توییتی گفته وظیفه این نهاد صرفا نظارت بر برجام و راستی آزمایش اقدامات مرتبط هسته است. دیروز رافائل گروسی مدیر کل آژانس گفت عملی شدن تهدیدهای ایران درباره افزایش غنی‌سازی اورانیوم و کاهش دسترسی بازرسان آژانس به معنای انحراف بیشتر این کشور از تعهداتش در برجام است. نشریه آمریکایی تایم جو بایدن رئیس جمهوری منتخب و معاونش کاملا هاریس را به عنوان برندگان جایزه چهره سال معرفی کرد. هفته‌نامه تایم گفته که این دو شخصیت را به خاطر وعده‌ای که برای بازسازی و نوسازی آمریکا داده اند برگزیده. نامزدهای دیگر مجله تایم عبارت بودند از دونالد ترامپ، فعالان جنبش نابرابری نژادی و دکتر آنتونی فاوچی که از طرف مسئولان مبارزه با همه‌گیری کرونا در آمریکا است. یک پرستار و مامای اهل نیجریه تلاش میکنه که قالب‌های سنتی درباره نگهداری از کودکان رو بشکنه. تولو در لاگوس، بزرگترین شهر نیجریه، کلاس‌های پیش از زایمان برای زوج‌های برگزار میکنه که در آستانه بچه‌دار شدن هستن، ولی تمرکزش بیشتر روی مردهاست که به طور سنتی در نیجریه خودشون رو درگیر نگهداری از نوزادان نمی‌کنند. تولو میگه که با این کار می‌خواد مردها نقش بیشتری در زندگی فرزندانشون داشته باشن. One hand always under the neck. همیشه یه دست زیر گردن، یه دست رو تنش. کشت بچه تو. I'm coming. Hold his neck. من میخوام پدرها خیلی بیشتر در نگهداری از فرزندانشون نقش داشته باشن. درست از لحظه‌ای که نطفه بسته میشه. اسم من تولو لوپه آدلیکی آیریه. همه منو تولوی ماما صدا میکنن. در نیجریه پدرها زیاد قاطی بازی نیستن. کی با باباها کار داره؟ پس فکر کردم چرا باباها رو وارد نکنیم؟ این انگیزه کلاسه پیش از زایمانه. So that's the drive behind dad's antenatal classes. طولوی پرستار و مامای دوری دیده است که از بریتانیا به نیجریه رفته. به مردها یاد میده که در طول بارداری و زایمان منتظر چه اتفاقاتی باشن و از نوزاد چطور مراقبت کنند.
من خیلی ذوق میکنم وقتی میبینم مردها چطور پوشک عوض میکنن و بچه رو هموم میکنن. مطمئنم خیلی هاشون هیچ وقت این کارا رو نکردن. تو تل می تو گو آنتنتا تو استارت بتین. برم کلاس پیش از زایمان بچه رو هموم کنم؟ فکر نمیکردم همچین کاری بکنم. در خونه ما مرد بچه ها رو هموم نمیکنه، وظیفه زنه. احساس میکنم هنوز متوجه نشدم مردای نیجریه‌ای چطور فکر میکنن. اگه بفهمم مردای نیجریه‌ای چجوری فکر میکنن، میتونن همشونو بکشم سر کلاسام. این یه نوزاده، یه بچه ظریف. وقتی این کارو میکنی میدونی که احتمال شکستن استخون وجود داره؟ میگم مامانم هم این کارو میکنه. نه تو رو خدا نه. بیشترین چیزی که در کلاس ها منو متعجب کرد کارهای سنتی بود که میکردن، مثل مالیدن روغن موتور رو شکم بچه. چیز دیگه ای که متعجبم کرد این بود که خیلی ها فکر میکنن شیر مادر آب بستن به غذای بچه است. تازه فهمیدم که چرا اینقدر میزان سوء تغذیه بالاست. بعضی ها فکر میکنن بازنت بری کلاس پیش از زایمان کار بدیه و گناهه، اما من دوست دارم و میتونم این کار رو بکنم. فکر کنم با گذشت زمان بعضی چیزهایی که در کلاس یاد گرفتن رو به کار میبرن و استفاده میکنن. میخوام عادی بشه که مرد و زنی که با هم بچه دار هستن با هم برای معاینه برن و همه کارها رو با هم انجام بدن. بیست و چهار ساعت شبانه روز و هفت روز هفته میتونید به وبسایت ما سر بزنید. تازه ترین خبرها در اونجا هست. bbcpersian.com آدرس ماست. برنامه های تلویزیون و رادیو هم اونجا در دسترس. جدول پخش برنامه ها هم همونجا هست. مطالب مفصلی امروز داریم در مورد رهنورد زریاب. محمد اعظم رهنورد زریاب یکی از پرکارترین چهره‌های ادبیات فارسی در افغانستان. مطلبی هم همکارم سهراب سیرت نوشته که در وبسایت ما هست با عنوان رهنورد زریاب، کارنامه پربار خالق گلنار و آینه، نویسنده‌ای که رمانش ناتمام ماند، و همینطور مطالبی در مورد کرونا و تازه‌ترین ها از دنیای خبر و تحلیل و گزارش. ممنونم از اینکه بیننده این بخش خبری بودید. تا لحظاتی دیگر با خلاصه خبرها با هم با شما خواهم بود.